سلام به همه طرف دارن پاپ کورنتاک خوش اومدیم به قسمت 101 برنامه من آرنا آزر اللاس بگاس و همینطور اینترو جدید برنامه رو به تو تبریک میگیم که به نظر ما با حاله حالا امیدوارم شما هم حال کرده باشیم باش کسایی که تو یوتیوب دیدن احتمالا تصویر جالب هم دیدن حالا داریم سعی میکنیم آدم ها رو بکشونیم بیشتر یوتیوب هم نگاه بکنن و در اون سمت دنیا همین زنی نیکوبر هستم خوش منید به قسمت 101 ترقمی <applause> آره اینترو خیلی خفنه باید تقدیر زیاد بکنیم از اماد عامری باید این که اینترو رو درست کرده و خیلی خفه همونده شد دمشگم اماد آمدی برید توی تویتر جای مختلف ببینیم ویژوال آرتیست و فوق العاده ای ما حالا لینک کارهای اماد هم میذاریم خواستیم برید نگاه بکنید فالوش بکنید عالی آره آه خیلی ممنون قسمت پیش کلی عشق و ساپورت برای فرستادید و خیلی والی قسمت قبلی زیاد در مورد فیلم صحبت نکردیم حتی آخرش کلی رفتیم در اسکار صحبت کردیم خیلی آموزنده و خوب بودش و گفتیم این قسمت میایم در ابتدا خیلی فیلم های بالی دیدیم اونها رو بررسی میکنیم فیلم هایی که دیدیم الاخره من هم پیتزا فالتا سندرسون دیدم نایتونیم صحبت بکنیم قشنگ و The Worst Person in the World رو دیدیم کیمی Will of Fortune and Fantasy و من من دو دوتا بزرگترین هارور تاریخ رو دیدم تیکزاس چینس و مسکر و ایلین و آرنو قراره در مورد سریال قدیمی کلاسیک و فوق العاده دوایر صحبت کنه برای رفته سراغش و فیلم هایی که هفته و این ما به این کامنت های شما رو میخونیم پس لطفا همین قسمت هم کامنت بذارید در مورد بازی این هفتهمون به مناسبت اینکه که فیلم جدید سادربرگ کیمی رو دیدیم گفتیم بیایم فیلم مورد علاقه من از سادربرگ رو بگیم من و آرنو هر کدوم ست تا, ست تا فیلم همونو و هفته بعد خیلی بازی مهم می داریم و اونم فیلم های ده فیلم مورد علاقه هر کدوم از سال 2021 سال پیش رو برای من و آرنو بگیم پس شما یک توی کامنت ها فیلم های مورد علاقتون از سادربرگ رو بگین و همچنین فیلم های مورد علاقتون که تو سال پیش دیدین رو به ما بگید ببینیم که چیا بوده و طبق اونا نگاهی بندازیم ما هم لیستمون رو ترتمیز کنیم <تصفح> آره اینا هم حتما ما در میون بذارید که ما میخونیم بعضی از کامنتاتونو رو توی قسمت بعدی و آرنا الان فیلمایی که هفته بعد قراره ببینیم من میگه من توضیح کوچیک بدم خب خیلی موقع مثلا موقعی که میخوان بیان بهترین فیلم های سال قبل رو بگن میذارن حالا آخر سال یا میذارن یه موقعی که نزدیک تموم شدن اون ساله ولی از اونجایی که ما منتظر بودیم یه سری از فیلم های مهم نسخه دیجیتالش بیاد که همه بتونن ببینن مخصوصا کسایی که تو ایرانن این قضیه 10 تا فیلم برتر 2021 رو یه خورده عقب انداختیم که مهمترین فیلمی که حمیدم دلش میخواست ببینه که اون لیکوریش پیتزا هم ببینه که دیگه با خیال راحت بتونیم ده تای برترمون انتخاب بکنیم هفته بعد هفته بعد فیلمایی که قراره ببینیم قراره یکی از مهمترین فیلمای آندری تارکوفسکی رو ببینیم به نام میرر که برای سال 1975 یه فیلم دیگه که قراره ببینیم یکی از فیلمای کالت ترسناک خیلی مهمه که امروزه حالا چه توی فیلم ها چه توی انیمیشن ها خیلی اشاره میکنن ادای دین میکنن به این فیلم فیلم نایتمر این الم استریت که برای سال هزار مست... آره این یه دوتا کلمه چیزه نه یه نشه A Nightmare on Elm Street هستش چون وقتی منم این Elm Street سرش میکردم پیدا نمیکردم آره. <تصفح> یه غلط نوزده 1984 اولین فیلم جانی دف هم هستش تینیجر توش من حالا حالا در مورد این فیلم بیشتر حرف میزنم هفته بعد من این فیلم رو ندیدم ولی انقدر تیکه های پرودی و کلا ادای دین به این فیلم رو من زیاد دیدم میدونم قراره چه اتفاقی تو این فیلم بیفته ولی حالا یه فیلم دیگه که قراره من ببینم این the mood for love برای سال 2000 که فیلمی که صدا و جمهوری اسلامی موسیقی شد پاره کرده اینقدر میذاره هنگی بگو قرشه فیلم ببینی هفته بعد خودت آره این مود فور لوف Love سال دو هزار هم هستش و من دیگه جدای از اینا یه فیلم دیگه ای که میخوام ببینم به نام The Souvenir 2 هستش Souvenir رو من و آرنا دیدیم سال 2019 اومده بودش یه فیلم خیلی ایندی و هنری بودش که نه نه اومدیم راجعه صحبت کردیم و من دوست داشتم این از اون فیلم هایی بودش که هی hey, بیشتر میگذشت بیشتر فکر میکردم راجبش علاقم بیشتر هم میشدش و در لحظه آنچنان حال نکرده و قسمت دومش هم اومده فیلم دراما بودش که حتی یه موفق تر از قبلی هم هست تیل دست میتون هم توش نقش اول این سری آره و اینو من می‌بینم. سوونیر پارت تو 2021 Uh, پس چی شد میرر ا نایت میر اون ام استریت این دی مود فور لوف و سوونیر پارت 2 آره اینا خب بریم آرنا شروع بکنیم بریم چیز دیگه جان انداختیم نه همه چی گفتیم اوکی okay, آقا شروع کنیم با از مورد انتظار فیلم های من و آرنا از استاد پال تومس به نام لیکورش پیتزا که آرنا اون قسمت چند قسمت قبل رفته بود سینما دیده بود خودش و منم هفته پیش دیدم بین همونجوری که گفتیم حالا یه توضیح کوتاه بدیم کامدی دراما رومنس هستش در مورد یه پسر 15 ساله هستش که توی مدرسه عاشق یه دختری میشه که سنش خیلی بالاتر از خودش هستش و این پسر خیلی آدم با حال و زبونبازی هستش و کل فیلم در رابطه با رابطه ایناست و کلا اون عشق دوران نوجوانی و اون عشقهای اول و اون حسای قم شادی و کل این ای چیزایی که میریم درونش در اون سن هستش و من فیلم دیدم خب بدون شکل واقعا <applause> لذت داردم از فیلم یه نکته ای که خیلی جالب هستش در مورد فیلم اینی که واقعا وقتی تموم شد میگفتم چرا بقیه مثل این فیلم نمیسازن چرا ما نداریم دیگه انقدر فیلم یونیک این شکلی نه به خاطر سوژه به خاطر ساختارش وقتی که همه فیلم ها انقدر ساختار, ساختار سه قسمتی فیلم نام سه بخشی دارن یه لیکوریش پیتزا میاد تمام قوانین رو بیرون و اصلا همچنان تمام شخصیت های فیلم یه شروعی دارن به جایی میرسن دوتا شخصیت اصلی فیلم دارست بقیه که ساپورتینگ هستن و همچنان تا پایان فیلم کاملا کرکترها رو درک میکنیم ولی نوع این مسیر که میریم اون ساختار کلیشه یه سه قسمتی دیگه نیستش و همین خیلی داینامیک کرده بود فیلم و همین باعث میشد که بیشتر حس بکنیم که با این شخصیت ها همراه هستیم تا دا اینکه داریم یک فیلم رو به عنوان یک فرمت مشخص نگاه میکنیم و این فوقالعاده بود بازیگرا حرف نداشتن النهایم چقدر خوب بود کوپر هافمن امیدوارم که بیشتر کوپر هافمن ببینیم استفاده پدرش با بود شخصیت های فردی عالی بودن با هم کوپر خیلی سکانس مورد علاقه من از اون فیلم جایی که بردلی کوپر هسته شد و با حالی این فیلم اینه که درسته که فیلم در مورد سن فرناندو ولیه توی آمریکا ده هفتاد هستش و به نظر شاید مثلا دور باشه برای کسایی که توی اون زمان تو اون نقطه جغرافی زندگی نکردم ولی انقدر پرسونال و شیرین راجع به اون دوران صحبت میکنه پول تامس اندرسون که کاملا من درک میکردم و ثانیه به ثانیه میگفتم آه من این کارو میکردم من این کارو میکردم یا اینکه جای این شخصیت ها. او این کار انجام بده این کار انجام نده اینه. و همش دخیل بودیم با این شخصیت رو تجربه لیکوریش پیزدو خیلی خیلی لذت بخش بودش خیلی پر از احساس بودش فوق العاده با این شخصیت ها ارتباط برقرار میکنه آدم و یک آد... یک هنرمند کاملا مسلط به کاری که داره انجام میده این فیلم رو ساخته و کاملا در هر سکانس و هر لحظه این فیلم میشه درک کرد این تصمیم ها رو مثلا مصاحبه با اه... اه... پی ای گوش میدادم خیلی با توی دی جی ای بودش دیریکترز گیلد آورد راجع به فیلم داشت صحبت میکرده و این چقدر حواسش به جزئیات هست مثلا توی یه سکانسی از فیلم میان گریوز دستگیر میکنن راستا هم کنیم جای ممکن اسپویل نکنیم میگفتش که اینجا قرار بود که اه, خ... دلیل دستگیر شدن و خیلی دیتیل بیایم نشون بدیم که چجوری هستش اینا فیلم یه جای مختلف می و فلان اینا بعد میگفت خیلی هم باحال بودش خیلی هم جذاب بودش بعد میگفت ولی تا الان مخاطب با آلانا بوده و همه تا یه جایی رفتن جلو که خب اینجا چی شد اینجا چی شد اینجا چی شد بعد این فاصله زیاد که ما با اون شخصیت دیگه نباشیم یک باعث میشه بگه سری برگرد اونجا ببینم شخص... اون شخصیتی شد دو ممکنه از دست بدیم اون حسی که تا الان به دست بودیم پس میگفتش یه سری چیزها رو حضر میکنیم از این وسط این کوتاهتر میشه فاصله کمتر میشه در این حال این دوتا کنار هم به یک میزان معنی میده من مخمس خیلی این دیتیل هستش حالا چیزی که گفتم سود کشیده بود که چجوری یک نویسنده و کارگردان انقدر مسلط هستش و این تجربه رو درست کرده و سر همین هستش که فیلم از اول تا آخر میبینیم جذاب هستش به جای اینکه بعضی فیلم ها رو دیدیم میبینیم میگیم این تیکش اضافی این یکم خسته کننده بود کاش کوتاه‌تر بود کاش بیشتر بود بلان. این شخصیت خوب نبود نظر من لیکورش بیزه فیلم پرفکت و دقیقا همون دون از دنیای پال توماس اندرسون بودش که بازم میگم وقتی فیلم تماشا میگم چرا بقیه اینجوری فیلم نمیسازن که فیلم بهتری داشته باشیم <applause> در مورد نحوه داستان این فیلم که میگی مثلا ساختار بخش بندی نداره مثلا اکت یک اکت دو اکت سه من موقعی که به این فیلم نگاه میکردم مهمترین رکنی که این حس رو به آدم منتقل نمیکنه که من دارم یه, دا... یه ساختار خیلی روتین میبینم اینه که ببین داستان فیلم خطی به نظر نمیاد خب اینجوری نیست داید. که مثلا تو بگی از نقطه A شروع میشه قرار برسه به نقطه B این نگاهی که پی ای داره نسبت به داستان این میه که من قراره در مورد عشق حرف بزنم و عشق یه زبون یه زبونیه یه حسیه که همه ی انسان ها متوجه میشن حالا با نگاه خودشون با پرسپکتیو خودشون چیکار کرده به جای اینکه بیاد روی یه دونه ریل ای تا بی حرکت بکنه میاد قسمت توی رابطه و عشق که جالبن و با هم دیگه متفاوتن رو میاد اونا رو برمیداره و به هم میچسبونه ببین ناکن مثلا میگم اگه تو بیای از یه خورده از یه پرده بالا نگاه بکنی به قضیه لیکوریش پیتزا شاید مجموعاً ده تا اتفاقی که شاید توی عشق دوتا آدم بخواد بیفته رو نشون میده مثلا یه حالتی که یکیشون نیاز به کمک روحی داره یکیشون قهره با هم دیگه یه کار مشترک انجام بدن یه بار یکیشون خانواده طرف با این آدم حال نمیکنه. پیتی ای اومده اونا رو انتخاب کرده داستانش رو توی اون انگار اون تو اون زربل مثلا گفته و همه اینا رو چسبونده حالا به هم دیگه که <applause> دقیقا درست میگی این که این مثلا توی بخش اول معمولا اینترودکشن هست توی فیلم نامه بعد چالش هستش و در پایان ریزالف هستش که حل میشه آل توی تمام سکانس ها همه اینا رو داره و در دو تا پایان فیلم همیشه حتی بخش اول باقی میمونه هنوز در لحظه آخر, آخر فیلم داریم با شخصیت ها آشنا میشیم و توی سکانس ها مثلا ممکنه تا های کوچیک هر کدوم اینو بخش بشه مثلا میاد میگه که اوکی شخصیت آلانا با خانوادش معرفی خانواده اینجوری هست اینا چالشی که به وجود میادش اینی که یعنی ای تیست بردن توی فراسته مذهبیشون چه کسی که خوبیه خیلی خوبه میرسی کل اون خانواده که خانواده خوده خود واقعا خانواده شنره بعد و در پایان نوع ریزالو کردنش بعد از اون بر میایم سکانس مثلا گری که با مادرش داده کار میکنه اینکه خب الان مادر سینگل هستش اه من ولی کاری که میخوام انجام بدم نیازمنده یه نفر از سیستم بالاتر من باشه پس درجه اهمیت آلانا رو پیدا میکنیم توی زندگی این جدایی از عشق بودن چرا چون که میخواد بعض وقتا حتی ازش جدا شه مثلا میگه دارم صدمه میبینم به خاطر این ولی یه ارزش دیگه ده همیشه همه جای فیلم همه چیزو داره بهت به زیبایی آسونی میگه خاطر همین همیشه اینگیج هستیم شخصیت‌ها رو درک میکنیم تا فیلم‌های آشغال مدرنی که ساخته میشن و این فرمول بورینگ صفحه یک تا صفحه ب... واقعا همینه صفحه یک تا صفحه 20 فیلم نامه فیلم, فیلم نامه نیست با محاسبه داره میگه خب شخصیت معرفی شه فلا انگیزه فلان صفحه 20 تا مثلا نه نم پنجاه خب چالش ها حل شه بعد مثلا توی 20 صفحه نه نه آخر فلان اینا بیان ریزال بدن قشنگ من تو دارم میبینم تایمینگ رو میزنم میگه آها یه دو دقیقه دیگه الان یه اتفاقی برای این میفته بعد اونجایی که فیلم قابل پیش میاد دقیقه میره خب این الان اینجوری میشه اینه. بعد میاد بعد این اتفاق میفته و در پایان حل میشه همین یه چیزی هست یکی از فیلم ها به این نکته میرسی ببین در مورد اینی که مثلا میگم پی میاد یه خورده ساختار رو عوض میکنه مهم. یه چیزی رو باید بگیم PTA تی ای خودش رو داره توی سینمای مهم. مثلا مدرن امروزی مثلا میگم کسی که ندونه لیکورش پیتزا کارگردانش کیه تو یه رو به اول رو بشنشون بدی صد درصد مطمئن میشه این کار کار پی ایه. چرا؟ به خاطر نوع لحن داستان نوع شیرین بودن کاراکتراش کلن پی تیهیه کاری به اتفاقات سیاسی اجتماعی نداره و دلش میخواد یه داستان جالب بگه حالا داستان جالبش یه موقعی خیلی خیلی جدی میشه یه موقعی خیلی شیرین میشه که حالا لیکوریش به نظر من شیرین ترین داستانی که تا حالا گفته میتونه با پانچ درانک لاف رقابت بکنه سر این قضیه قرار ده در بدی؟ بود ده از ده آی دی وی ریتینگ خودم ندارم دارم ده از ده دادم لذت بردم منم لیکوریش جوز بهترین فیلم بود که امسال دیدم و قطعا جوزه فیلم های خیلی خوبه پی هم هست برای من من ده ده نم ندادم ولی 9 ده داده بودم به این فیلم ستیل قبوله آره این از لیکوریش پیتزا 2021 حتما به این سراغش ببینید بریم سراغ یه فیلم دیگه ای که خیلی شبیه به فیلم لیکوریش پیتزا بود ولی تعمش تلختر بودش و جالبش اینجاست که یه مصاحبه با پالتام سندرسون میدیدم که میگفتش من داشتم این فیلم فیلم The پرسن Person in the World هستش میگفتم داشتم این فیلم رو میدیدم و میگفت همینجوری تعجب میکردم که چقدر این فیلم شبیه فیلم ما لیکوریش پیتزاه و واقعا همینه و من the Worst Person in the World رو قبل از این فیلم دیده بودم یه توضیح کوتاهی در مورد این فیلم دیارنا این فیلم نماینده نروژ توی حالا مسابقات مهم امسال بود جشنواره های مخ... مهم امسال بود نویسنده و کارگردان شخص به نام هواکیم تریره داستانش در مورد داستانش در مورد یه دختر جوانی به نام جولیه که ما همراه میشیم با چهار سال از زندگی جولی جولی فکر کنم داستان با 29 سالگی جولی شروع میشه 29, 30, 31, 32 و اینا رو همینجوری ادامه میده کم تا 33 هم میره آره. هم چیزایی میره داستان در مورد چیه؟ داستان در مورد جولیه که توی این مسیری که ما داریم باش همراه میشیم یک خودش خودشو پیدا بکنه دو خودش خودشو توی رابطه ها بهتر بشناسه و کسی هم هستش که مشکل جدی داره برای پیدا کردن حرفه خودش نمیدونه دقیقا باید کدوم حرفه رو انتخاب بکنه که اینا همشون طی مسیر فیلم حالا بیشتر میبینی همین تو گفتی شبیه کاره پی من قبول دارم نه بیشتر شبیه میدونی این چی میگن حرکت در مسیر زندگیش و مالا به بالغ شدنش من خیلی یاد کارای ریچارد لینک لیتر هم مینداخت تو اینجوری نبودی؟ آره چون واقعا هم خود لیکارش پیتزا هم شبیه بوی... بویهود مثلا مم. هستش دقیقا و الان خصوص ساختار بویهود هم دقیقا بخشی من پایمت درودم میکروفون <تصفح> و خود ساختار بویهود هم دقیقا یه ساختار خیلی متفاوتی داشت اصلا یه فیلم متفاوتی هم در زمینه ساخت بودش که آرنا یه پی میگفتش که منبع الهام اصلیش برای فیلم فیلم اول جورج لوکاس امریکن گرافیتی بوده و من این فیلم هیچ وقت ندیدم تو واچ لیستم هست یه زمان یاد باشه تو دیدی فیلم امریکن گرافیتی خیلی عجیبه اونم جز معدود فیلم های جورج لوکاس که من ندیدم آره دقیقا اینو بعد حتما می سرغشون که خیلی ها میگن که کلا الهام های زیادی از اون گرفت درود بر جورج لوکاس استار وارز و امریکن گرافیتی رابتی هم نه ولی اینقدر چیزه ولی کاملا درست میگی شبیه کلیک هم هست ژانر این فیلم ژانر درام عاشقانه کمدیه که کمدیش کمدی رام کام هالیوودی نیست یعنی یه جاهایی که آدمو میخندونه یه جاهایی هم تا مرز گریه آدم میبره جلو اینجوری اون وسط این وسطه قایر... قا... جمله بالی در مورد این فیلم میگه میگه که this is a rom for the people who hate rom <laughs> به کاملا درسته این اه... من موقعی که رفتم این فیلم ایدم از خیلی از دوستان شنیده بودم که خیلی دوست دارن این فیلم ها. خب. یعنی من اه... خب ناخداگاه ذهنی هستم رفت سمت اینکه قراره فیلم خیلی خوب ببینم و انتظاراتم بالا بود و یکی از بهترین حسای دنیا اینه که آدم انتظارش اگه چیزی بالا باشه و تمام انتظاراتش رو برآورده بکنه چقدر این فیلم به من حال داد و چقدر من از این فیلم لذت بردم و کلی میخوام چیزای خوب در موردش بگم ولی تو اول حرف بزن آره یه چیز خیلی بولد توی این فیلم وجود داره اینی که این فیلم نه تنها نامزده بهترین فیلم خارجی شده بلکه نامزده بهترین فیلم نامه هم شده فیلم اوریجینال و واقعا یکی از بهترین فیلم نامه هایی که امسال من دیدم هستش و بدون شک دیالوگایی که توی این فیلم هست یعنی میخوایید فیلم متوقف کنی وایسا عجب چیز سنگینی بود یکی از بهترین بریک اپ هایی که توی زندگی من دیدم اون سکانس بریک اپ اینجا هستش که اول همه گیجن دقیقا ها چی بر برای چی بریکاپ بعد میخوای حلش کنی بعد شروع میکنی انداختن گردن اون یکی دیگه که مثلا تقصیر تو بوده نه جنگ و دعوا میشه و در آخر لطفا نرو گوه خوردم میشه و در آخر جستجوی کورسویی از خاطره هستش برای اینکه شخص مورد نظرت رو مثلا یه جوری یادت اینو داشتیم شاید دلش بسوزه این بودش و یه سکانسی هستش چجوری میتونم اسپایل نکنم یه سکانسی هستش که طرف در تقریبا آخرهای فیلم در مورد گذشته و آینده داره صحبت میکنه و میگه که من جدیدا هایی که زمان نوجوانیم هست و بیشتر دارم گوش میدم به خاطر اینکه آینده اه 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 اه. آقا عجب دیالوگ سنگین و عمیقی بودش بین این دو نفر که داشتش این دیالوگ میرفت که در مورد گذشته و آینده امید و خاطره بودش و فیلم دقیقا یک بررسی از ساخته شدن شخصیت شخصیت های فیلم در کل هر انسانی در رابطه هایی که داره هستش و بعضی وقتا طی این سفر فکر میکنیم که بدترین آدم دنیا هستیم و در مقابل بعضی وقتا فکر میکنیم اون پارتنرمون بدترین آدم دنیا هستش ولی این بدترین آدم وجود نداره و یه بالانسی هستش بینشون فیلم نامه عجیب قوی بودش همه چیز فیلم دوست داشتنی بودش و بعضی وقتا چقدر سیاه میشد آرنو این فیلم در مورد همین داستان که داستان این فیلم میخوایم حرف بزنیم ببین من, من, خیلی ستایش میکنم همیشه موقعی که کسی بیاد و تکلیف هم خودش رو هم بیننده رو سر یه چیزی روشن بکنه خب این فیلم همون اولش به تو میگه میگه که آقا جون کاراکتر اصلی این فیلم شخص به نام جولیه ولی من جولی رو میبرم توی یه دونه رولر کوستر احساسات و تمام بودهای ممکن رو باش سیر میکنم همین من کیف میکردم ببین ناکن شخصیت پردازی درست یعنی این. شخصیت پردازی درست یعنی اینکه که تو موقعی که یه لغمه برمیداری بتونی اون لغمه رو درست به جوی قورت بدی این فیلم سه تا کاراکتر مهم داره و این سه تا کاراکتر رو از تمام زوایای ممکن از تمام های ممکن توی تنهایی توی باهم بودن توی شرایط سخت توی شرایط عاشقانه اینا رو با هم دیگه یه جورایی میگن میکس و مچ میکنه من هم مثل تو من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و یه چیزی دیگه چیزی که چیز در مورد این فیلم من خیلی خیلی برای من جالب بود و موقعی که فیلم تموم شد واقعا دلم میخواست که این کارگردان رو ببینم و سر مبارکش رو یه ماچی بکنم این کارگردان آقای تریر توی دو تا صحنه خیلی مهم این فیلم ریسک میکنه و من نمیخوام اسپویل بکنم چون دلم میخواد شما هم اون صحنه رو خودتون با چشم تازه ببینید و کیف بکنید و میاد یه سری قوانین رو یه خورده میشکنه انقدر که اون صحنه و اون شیکوندن قوانین شیکوندن اون اتفاقات ریالیستیک انقدر میشینه به فیلم که من میگفتم که بهترین کار ممکن همین بود باید یه ریسک بزرگی میکرد که اینجوری جوابشو بگیره چون اونجا عملا داشت منتالیتی طرف نشون میدادش دقیقا باید یه نمه سورال حالا بگیم میشدش در حالی که خیلی واقعی بود همه چیز همین این ازدواج زیبای بین این دوتا دقیقا تاثیر گذاره چمیدی به فیلم اینا <تصوح> اینم اولین فکرم اولین فیلم من از 2021 که من میخوام در ده, ده بدم این فیلم, من آآ... من فیلم ده از نظر من همین فیلم دز ده و اون یکی چی بود دز ده داده بودی من مطمئن فکر کنم من به گرین نایت نمیدونم فکر کنم 9 از 10 دادم 10 از ده ندادم ولی اونم خیلی بالا بود محروح. ولی پرسن در واقعا ورس پرسن این ورس اگه هنوز ندیدین حتما برین ببینید آها همین یه چیز دیگه فیلم فمینیستی ساختن و اینجوری باید بسازن آره آره یکی از چپتراش یه تایتل فوق العاده این دی ایر می تو حالا اونیشو واقعا نمیتونیم بگیم اون کلمه خیلی زشته و شوخی های فیلم هم خیلی بامزه بود علا رقم اینکه خیلی فیلم بعضی جا تلخ میشه آره یه تنز جالب نروژی داشتش اوکی این هم از The Worst Person in the World 2021 بریم سراغ اه... یک فیلم دیگه ای که دوباره شخصیت اولش زنه سه تا فیلم دقت کردی این اسمش کیمی هستش از ستیون سادربرگ که سال 2022 اومده آیا این اولین فیلم 2022 ای ما هستش؟ بله فکر کنم آره دیگه آره فکر کنم منه معرفی این خود گفتی نویسنده و کارگردانش استیون سودربر یکی من همیشه نه نویسندش دیوید کوپ کار استیون سودربر توی فی فیلم نومه کمک نکرده بود فکر که ما کرده بوده اوکی. من, من باز همین سر سودربر همیشه یه شوخی میکنم همین سودربرگ با خیلی دوست داره من, من از سودربرگ برای من بگیر نگیره من تیکه ای که همیشه به سودربرگ میندازم اینه که سودربرگ هرچی سنش بیشتر میشه اون گپ فیلم ساختنش هم کوتاه‌تر میشه مثلا قبلا هر یک سال یه بار بود الان فکر کنم هر 6 ماه یه بار یه فیلم میده احتمالا پنج ببید. سال دیگه هر سه ماه یه بار یه فیلم به آدم میده واقعا منم با سادر <applause> اصلا شاید واقعا بشینیم روی کاغذ ببینیم سادر به نظر من یکی در میون شاهکار متوسط روی ضعیف مثلا اول سال پیش نو سادن موو رو دیدیم که به نظر من شاهکار بودش من داشتم میگفتم که کیمی چی پس در میاد الان چون فیلم ق... نه قبلیش هم فیلم متوسطی بودش مثلا لد تاک شاهکار نبودش ولی حالا توضیح بده در مورد کیمی کیمی در مورد چیه؟ کیمی در مورد یه کارمند یه کورپوریشن بزرگیه که این کورپوریشن یه دیوایس کوچیکی ساختن یه دونه قطعه الکترونیکی کوچیکی ساختن که خیلی شبیه همون امازان اکو مثلا سیری و اینجور چیزایی که تو میتونی باش صحبت بکنی و اونم در جا هم اطلاعات بهت میده هم میتونه خونت رو کنترل بکنه ولی اصلا فیلم چیز نیست اصلا فکر نکنید که فیلم یه فیلم علمی تخیلیه دو همین دنیای امروزه غیر این چیزیه که دیگه الان هست ولی چه چیزه این کاراکتر اصلی درگیر اگوروفوبیا اگوروفوبیا چیه؟ اگوروفوبیا یه نوع فوبیا یه ترسیه که آدما نسبت به محیط جدید دارن و کلا وقتی که وارد محیط جدید میشن ناخداگاه بهشون حمله عصبی دست میده وارد ترس میشن صحبت کردنشون دچار مشکل میشه که یک،, یک درگیری ذهنی واقعیه که خیلی درگیرش هستن و متاسفانه به خاطر کووید این قضیه توی بعضی خیلی تشدیدم شد توی این چند وقته کاراکتر اصلی درگیر اگروفوبیا و از توی خونش همیشه کار میکنه تیکه اصلی داستان یعنی کلا هدف اصلی داستان چی هدف اصلی داستان در مورد اینکه شخصی اصلی متوجه میشه موقعی که داشته یه سری فایل و یه فایل صوتی رو بررسی میکرده یه صدایی میشنوه که انگار شبیه صدای کمک خواستن انگار صدای درده یه صداییه که این رو خیلی درگیر میکنه بازیگر اصلیش زوی کرویتسه که کسایی که با زوی کرویتس آشنان، کت بومن جدید همین خانم زوی کرویتسه کسی که فیلمی که قرار دو هفته دیگه, دیگه بیاد چیو؟ یه بسرادی کم شد همین زوی تو سریالو و فیلم های قبلیش دیده بودی تو من زوی گرویتس رو فکر کنم دیده بودم ولی من یادمه که مامانش هم دیده بودم اگه نمیدونی مامانش هم مامانش نه بابا آره آره بازیگره با... فکر کنم فکر کنم هم باز... بازیگره بیشتر سریالی بود اگه اشتباه نکنم همین صدات کم شده نمیدونم از سمت من یا سمت توه اه... الان درست الان درست, شد درست, 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 دستم خورد به دک... نه آره خان لینی کراویتز هستش نم. آره لینی کراویتز و لیسا بونت لیسا ده بونت مامانش آره آره معروف است آره آره ژانرش ژانر جنایی هیجانی این فیلم که نکته جالب و خوبش اینه که نسبت به این ژانر یه فیلم نسبتا کوتاه فکر کنم فیلم کلا کمتر از یک ساعت و نیم بود یک ساعت و 29 دقیقه ساده شما که طرفدار سودربرگی شما باید شروع کنی آقای همین خواهد یه چیزی اولش بگم سگوی بزنیم به نویسنده این فیلم دیوید کوب خب دیوید کوب رو من متاسفانه اسمش رو میبینم توی هر فیلمی ناامید میشم خاطر اینکه دیوید کوب رو وقتی که میبینیم مثلا سابقه نویسندگیش رو یکی از ببینید خیلی معروف و بزرگ هالیوود هستش ایشون کسی هست که جراسیک پارک رو نوشته میشن ایمپاسیبل رو نوشته پانی کروم سپایدرمن یک و یه بدی که دیوید دا کوپ داره اینی که دقیقا چیزی که ما داشتیم در افتاد پال تامس اندرسون گفتیم فکر میکنم نویسنده ای هست که سبک نوشتنش <applause> با سنش پیر شده متاسفانه اینقدر تکراری و چی بش میگم بدوی هستش این ساختار بلاکباستری دیوید کوب که می نویسه که همه چی قابل پیش بینیه و همه چیز کهنه به نظر می نویسه بعد دیوید کوپ مثلا وار آف دی وولز رو داره نمیدونم انجلز اند دیمز اینفرنو جک رایان مومیایی جدیده که همشون فیلم های ضعیفی هستن توی فیلم نامه هم بلاک باقل... همیشه همشون خیلی بلاک باستری واقعا ز... ضعیفی هستن همش اینه که آره یه شخصیتی یه زندگی معمولی داره در شرایط غیر معمولی قرار میگیره و یه عده میخوان دستگیرش کنن بکشنش اذیتش بکنن و در پایان اه... طبق یه تصمیم عجیبی چیره میشه و اینا و خیلی خوش تموم میشه همش همینه این آدم و وقتی میبینید فیلماش کاملا کوهنگی از در دیوارش میبینید حالا از اون ور سادر بره کسی هستش که به قول خودش یه کارگردانی هستش که به فرم علاقه داره نه به داستان و وقتی دیوید کوب یک فرم کلیشه میذاره روی سادربرگی که قول خودش همیشه میخواد اکسپریمنت بکنه چه اتفاقی میفته نتیجه میشه یه چیز نیمه کاره این وسط چرا؟ چون کیمی نصف اولش خیلی من دوست داشتم تا زمانی که این دختره توی اتاقش بودش و یک شخصیت جالبی نشون میده که این آدم توی این با توجه به این مریضی که داره جایی که خیلی قدرتمند هستش جایی که فقط توی آپارتمان خودش به دور از همه هستش و چی جوری با این مشکلات روبرو میشه شخصیتش مثل دیدش نسبت به دیگران چی جوریه با مثلا اون پسر همسایه رابطش چجوری هستش و خیلی جذاب بودش و این نیمه اول کاملا صدر بود و هم لذت میبردن و اگر این فیلم نیمه اولش تا انتها ادامه میداد و فوق عاشق فیلم میشن متاسفانه از نیمه وسط تا ته تریلر تلویزیونی دست دوم انگار من دارم میبینم که سر تا پاش داره میزنه دیوید کوپ کلیشه ای نوشته اینجا و متاسفانه نیمه دوم جذاب نبود ولی من همون که نیمه دوم بدم میان نیمه اول فوق العاده دوست دا داشتم از دوی کراویت عالیه بودش فیلم نظر تو چیه ببین موقعی که فیلم شروع شد یعنی همون ده دقیقه اول فیلم من مطمئن شدم که این یه فیلم لو باجت یعنی حالا موقعی که فیلم تموم شد من سرچ میکردم کلا باجت این فیلم فکرم کنم بر سهونیم میلیون دلاره که خیلی بودجه کمیه مخصوصا برای کارگردانی مثل ستیون سودر برای. به این موقعی که تو تصمیم میگیری یه فیلم لو باجت بسازی وارد یه چیزی میشی به نام بالانس کردن بودجه بودجه کلا فیلمت خب این فیلم به قول تو میاد یه سری قسمت های مهم شد توی یه محیط کوچیک بسته آپارتمانی در میاره داستان رو اونجا میگه یه سری جاها رو میبره بیرون و حالا اتفاقات هیجانی و مهم و غره بیرون خیلی بیرون انجام بده ببین اصلا من چند تا مشکل کلی دارم با این فیلم. حالا به غیر از اون قضیه فیلم نامه که خودت گفتی همین فیلم من یه مشکل اساسی که با فیلم های حیجانی بد دارم اینه که کاراکترشون بیش از حد زرنگه خب و کاراکتری که خیلی زرنگه موقعی که به چالش بکشیش چالش رو مثل کره رد میکنه این این رو مخه من. دقیقا این چیزی بودش که اون پای... پایان فیلم من... چ... چرا این... چ... بر چه مبنای این کرکتر همچه قابلیتی دا... پیدا کردی کردینا و فیلم تموم شد نوشته ها داشت باده. من توضیح بده چرا ببین این قضیه حالا این, این قضیه شماره یک قضیه شماره دو همین به غیر از زوی من با بقیه بازیگر این فیلم خیلی مشکل داشتم بقیه <applause> بازیگرای من تا به حال ندیده بودم یه سری بازیگر آماتور بودن. اومده بودن که متاسفانه نقشاشون خیلی سخت بوده مثل که براشون و خوب در نیومده و و من اذیت می شدم مثلا موقعی که قرار بود یه صحنه یه،, یه نمور احساسی باشه اینا بد بازی میکردن زوی کرویتس از اونا خیلی بهتر بود حالا اینا بکرم و حالا نقد سوم من به شخص آقای سودربرگ ببین سودربرگ این اگروفوبیا رو این قضیه درگیر تنش شدن و درگیر استراب شدید شدن موقعی که از خونت اومدی بیرون رو میاد چیکار میکنه میاد تصمیم میگیره که دوربین و, و زاویه هایی که کلا قرار دوربین دنبال قهرمان داستان بره قرار تنش بشه رو یه یه کارای تجربی میکنه دوربین مثلا با زاویه کج میره یه خورده بلر میکنه یه سری چیزا رو ببین من پنج دقیقه اوکی بودم او. ولی موقعی که این قضیه رو خیلی تو همه جا دیگه میخواست استفاده بکنه این رو مخ من داشت میرفت ببین اون قضیه چی مثالش چیه چه به این بی نمکی, چه به این لایک like شوری شور چی میگن الان <تصفح> همون مثالی که میدونم آره آقا تعادل رو رعایت کنی آقای سودربرگ چرا اینقدر یه جاهایی اگزاجره میکنی یه جاهایی بی خیال میشی چه به فیلم همین؟ من میگم خیلی تجربه عجیبی داشتم با کیمی چون نیمه اول فیلم من خیلی دوست داشتم و همه بیشتر بیشتر با این کرکتراش نه رو نه دیوید کوفی نشو سادر برگی بمون <applause> و ولی نیمه دوم دست نداشتم یه چیزی واقعا به زوی کرویت بگیم اینو این فیلم بعد از کتوامنش توی بطمن بازی کرد توی بطمن ببینید حالا تریلر که فعلا دیدیم خیلی چی بهش میگن ای مبارزه میکنه میدو اینا ای اصلا حتی توی دویدن این کارکترم ای دقت کنی چقدر آماتور می دو پاش بدنش تکون می خواهد واقعا بازیگر بالی هستش فقط توی فنتستیک بیست دیده بودم یه نقش کوچیکی ازش و فکر میکنم کنم کتوانه میشه میشه شود حالا بله کیمی اه... کیمی در نهایت یه ایده جالب داستانی هم داره اینکه آقا تکنولوژی میتونه به همون قدر استفاده ای بشه که مثلا به کرایم و اینا منتهی بشه یا میتونه خوب استفاده بشه به نجات انسان برسه ای ایدای <تصفح> پرایمال دیوید کوپیه بار بیگ قبل از اینکه که قبل از این که پرونده کیمی رو ببندیم یه جا یعنی یه قسمت خیلی مهم داستان موقعی که قهرمان داره یه معمای بزرگی رو حل میکنه وارد کارای خیلی مهندسی صدا میشه و یه سری شامورتی بازی میکنه شما به عنوان طراح صدا چقدر اینا درست انجام شد این, این, این مراحل پروسه ای که داشت میره خب شدنیه ولی من هیچی نمیفهمم که یه نفر که وقتی که میخواد بیادش دینویز انجام بده آدیو ریپر انجام بده تیه اندستری نرمافزاری وجود پنامون آر خب اون یه چیز فوق العاده عجیبیه که با ای آی اصلا کمکت میکنه این کارا رو انجام بدی خیلی حرفه ایه آر اکس استفاده نمیکنه که توی فیلم مموریا از آر اکس داشت استفاده که واسه تر اصلا مانیتور رو داشتی میدیدی اصلا مموریا بخش توتوریال صدا هم بود ولی رفتش دیدی یه دستگاه ایکیلایزر قدیم ماز... نه... نه نه یه ایکیلایزر عجیب غنی. غریب غریب. با اون وقتی که با یه چارت کلیک میتونی صد برابر بهتر از اون عملا مثلا دوید کوپ نوشته بود چجوری نشون بدیم که این حرفه ایه میره یک دستگاه پرسیم آنالوگ بر میداره میره that guy is fucking old ولی حالا در هر نه ریالستیک نبودش ببندیم پروندش من شیش و نیم میدم به کیمی من به این فیلم میدم شیش از ده. <تصحیح> از دیگه خوبه اوکی از کیمی از ستیون سودربرگ 2022 او. بریم سراغ بریم سراغ یه فیلمی که من ندیدم ای این فیلم رو میدید چی ندیدم هر کاری میکردم هر شب فازش نمیومد بشینم فیلمو ببینم اه. و گفتم بذار آرنو ببینه بیاد تعریف کنم کن چیه اگر فیلمی هست به نام ویلا فورچون اند فانتزی از ریوسوکی هاماگوچی کارگردان درایو مای کاری که از بزرگترین فیلم های که دو تا فیلم گنده امسال با هم داده بیرون چی آرنو الان به من میگه این خیلی جالبه موقعی که فیلم شروع شد خب همون ده دقیقه اول فیلم همید. تو اطمینان پیدا میکنه که کارگردان نویسنده همون کاری نویسنده درایو کاره <applause> یعنی ای که داستان میگه اون فضایی که دوست داره شخصیت که خوشش میاد دقیقا همون همون فاز رو اینجا تکرار کرده ولی خب داستان خیلی فرق میکنه داستان در مورد چیه؟ داستان این فیلم در مورد سه تا اپیزوده که یه انگار یه مسلس عاشقانه است هر سه تاش از نگاه سه تا خانومه که رابطه خیانت عشق کلا نگاه نسبت به زندگی و اینا رو از نظر این سه نفر جستجو و بررسی میکنه من این فیلم رو داشتم نگاه میکردم و خب کسایی که درایو مایکا رو دیدن کاملا میدونن که این کارگردان یکی از مشخصا یعنی چند تا مشخصه اصلی داره یک داستانایی که خیلی دوست داره بگه همه داستاناشون شخصیت محورن چند تا شخصیت رو میره خیلی جستجو میکنه از زاویه های مختلف و داستان رو با توجه به اینا میگه و مشخصه دومش اینه که ریتم داستان بسیار کند توی درایو مای کارم کند بود اینجا هم کند اینا اینا این, این امضای کارای هاماگوچیه ولی چی شد که من درایو مای کار خیلی دوست داشتم ولی این فیلم رو اونقدری من دوست نداشتم همین موقعی که فیلم میاد شخصیت محور میشه ریتمش کنده و نگاه کارگردان نسبت به داستانگویی خیلی میره متمرکز میشه روی دیالوگا کلا میاد یه مقدار وحشتناکی فیلم دیالوگ داره موقعی من میام به عنوان یک بیننده چی میگن کلا تمرکزم رو میذارم برای گوش دادن به این دیالوگ ها و از همه چی لذت بردن موقعی که اون شخصیت ها برای من خیلی عزیز بشن شخصیت ها برای من مهم بشن و من دلم بخواد که ببینم براشون قراره چه اتفاقی بیفته من توی درایو مای کار بعد از اون یه رو دقیقه اول موقعی که فهمیدم شخصیت های مهم قرار کی باشن دیگه کم کم دلم باهاشون بود و هی بیشتر و بیشتر دمارشون میفهمیدم و لذت میبردم و از نزدیک شدن به هم دیگه، نزدیک شدنشون به همدیگه من بیشتر لذت میبردم بردم. ولی توی این فیلم همین اون جادو درایو مایکار رو نداره ببین یه سری شخصیت داره که به نظر من جوری که نوشتتشون جوری که اونا پردازش میشن توی فیلم یه سریاشون نچسبن و, و هاماگوچی خیلی سعی میکنه که تو با اونا ارتباط برقرار بکنی و دلت بخواد که دوستشون داشته باشی دلت بخواد که, برا... که مهم بشن براتون ولی تا یه حد خیلی زیادی بر من نمیشدن و این باعث میشد که ریتم کند داستان من رو کم کم شروع کنه و اذیت کردن یه سری صحنه خیلی طولانی میشد یه سری دیالوگا خیلی کش پیدا میکرد و از اونجایی که هاماگوچی علاقه شدی داره به نحوه تئاتری بودن کاراش اگزجره شدن بازی کردن ها اینا یه خورده میرفت رو مخ من یعنی یعنی هر چیزی که من تو درایو مای کار لذت میبردم اینجا انگار اونقدری من حال نمیداد ببین ولی در کل از اون فیلم هاییه که مطمئنم مخاطب خودش رو داره احتمالا حال بکنن ولی پیشنهاد من اینه اگه کسی درش میخواد با ریوسو که هاماگوشی آشنا باشه کارگردان نسل جدید ژاپن کارگردانی که احتمالا خیلی بیشتر ازش میشنویم به نظر من با درایو مای کار شروع بکنه تا با این فیلم منم در کل بهش میدم 6.5 از ده. مم. پس تصمیم درستی گرفتم ندیدم فیلم. <applause> شاید خوشش بیاد یکی از دلایلش چی بود خیلی من این چند وقت فیلم دراما رومنس زیاد دیدم لیکوریش ورس پرسن کلی فیلم دیگه ای هم بودش نی. و من اون یک هارور فن حس کردم که مدت زیادی هارور رفتم خودت دی اومد رفتم بله قربان رفتم و به جای این سراغ یکی از کهنه ترین ترین و مهمترین فیلم های ترسناک تاریخ به نام The, The Texas Chainsaw Massacre رو دیدم اصلی 1974 که دلیلش اینه که چند روز پیش نتفلیکس یه ریمیک ساخته از Chainsaw Massacre فکرم دوازده تا فیلم اینطور تا باز ساخته شده از, ری... از, از این فرانچایز که دیگه الان که دیگه مثلا اسکریم برگشت اسکریم هم چیزای خوبی در ازش شنیدم هالووین برگشت تکساس چینسا هم برگردوندن همه هارورای کلاسیکو دارن برمیگردونن اکزورسیست هم داره برمیگرد دیگه نتفلیکس هم اومدش که فوجه هست مثل این که فیلم و معمولا اسلاشر ها رو من همیشه توجهی به نقد و اینا نرم چون کلا منتقدی نمیفهمن یعنی چی اسلشر؟ و آدینس سکور رو میبینم چه حالا توی راتن تومیتو توی, توی آین دی ای متاسفانه این ریمیک آدینس ای هم اصلا حال, نه، حال نکردم اصلا نجی نمیشه فکرم ببینم این در اصلا بیم شخص تکزاس چینس و مسکر از توپ هوپر ام... یه پیش زمینه بدم پنج تا دو دوست هستن که میخوام برن خونه قدیمی پدر بزرگ یکی از دوستاشون رو توی یه محله هومهی در تگزاس رو ببینن توی راه با چند نفر قریبه روبرو میشن و ناگه هم با یک نیروی شرری که بعدها یکی از بزرگترین ویلن های تاریخ سینما میشه به نام لیدر آشنا میشن که با اره برقی خواد آدم بکشه پلات همینه تگزاس چینسو مسیکر یه فیلمی بوده که 60 هزار دلار کلا سرمش بوده کاملا هم ایندی بوده و گفته میشه که از اینه این فیلم فیلمو مافیای اونجا داده مافیا داده بوده <تصفح> و این فیلم خیلی سودآور میشه و فیلم اسلشر هستش یکی از حالا پایه‌گذارهای اسلشر مدرن هستش پای گذار کابین مووی بهشون میگن که زیر مجموعه خیلی پایین ها هستش که مثلا یه کابین یه چی کلبه گیر میکنی و فلان اینه که مثلا ایول دد و اینا همه هم هم از این میگیرن و همچنان کابین این دوود و اینا همه هم بعدا از این میان و, و یکی از ریدلی اسکات این فیلم رو میبینه و میگه که من خواهی فیلم این این بسازم ولی توی فضا جای لیدر هم یه یعنی ایلین باشه که نتیجهش بشه ایلین و کلیه اه... که ایلین هم این هفته من دیدم حالا اما میریم فیلم رو ببینیم اه... میگم که سلشری هستش که خیلی کم هزینه 1974 ساخته شده ولی یکی از میگم تاثیرگذارترین فیلم های تاریخ تبدیل میشه اما داشتم با دید مدرن فیلم رو می دیدم یعنی از الان نما چقدر مثلا چیز مثلا کهنه شده فیلم یا نه خیلی فیلم قویه یعنی سکانس هیچ چیز اضافی نره سکانس به سکانس یک ساعت و بیست دقیقه هم بیشتر نیستش تمام مرتبطه به هم و یه چیزی که در مورد اسلاشر ها بگیم من خودم توی هارورا بیشتر هانتد هاوس و گوست رو بیشتر دوست دارم ولی اسلاشر ها رو هم دوست دارم اما اسلاشر ها خیلی دشمن هم وجود داره یه چیزی که در مورد دیدن اسلاشر ها خیلی مهمه وقتی که میبینینشون اینی که دنبال شخصیت پردازی و داستان عجیبی نباشید چون اگر اون وجود داشته باشه فیلم شروع بره. مهمترین چیزی که در دیدن اسلشر به نظر من باید وجود داشته باشه چیزی که تمام فنای اسلشر هست اینی که قدرت فیلم ساز و کلا فیلم در خلق یک شرایط uncomfortable یعنی یه شرایط نچندان لذت بخش و سخت چطور هستش و این 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 اهمیت داره و مدام توی حرف میبینی خب ببینیم چه تکنیکی میخواد استفاده کنه کارگردان که من حس بدی داشته باشم اینجا چه مثلا چی میخواد نمایش بده و دو این بود واقعا هنری و فیلم سازیش هستش که به نظرم کیفیت یک فیلم اسلشر رو مشخص میکنه سر همین هست میبینیم تینکس آز چینج من میم یک فیلم بغلاده هستش در حالی که اگه از این دیدواردش نشین میبینیم که یه نفر فقط با عرق دنبال چند نفر بکشدش چه شخصیت کی هست اینا یه بوده دیگر ببنی. و دو فان بودن فیلم هستش که شما به عنوان ترس نری ببینیش به عنوان فان بودن ببینی و وقتی این قضیه فان تر میشه که طرفدار ویلن فیلم باشی یاره باره این دو موجودت شروع رو با چیزی جنی باشه. اون موقع بیشتر بیشتر فان میشه و این کلیدایی هستش که واقعا یه اسلش ها رو خوب میکنه چجوری این شرایط رو خلق میکنه واقعا مستر کلاس تریلر ساختن تکساس چینز مسیکر اصلیش از اون سال افتاده که حداقل امکانات بیشترین این تنش رو درست میکنه و داشتم اه 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 این بار به این فکر میکردم که بهترین ریمیک چینسا مسیکر توی دنیای ویدیو گیم رزیدنت ویل هفت هستش وقتی این فیلم رو میدید. اون بازی رو بینید آه مو به مو کردن این تو. و به نظر در کل در پایان خیلی پیشنهاد میکنم این فیلم اگر حالا هارر هار فن هستید بدون شک که ببینید دو اینکه اما مورد حالا تاریخچه سینما و تاثیرگذاری فیلم های مهم خیلی کنجکاو هستید بدون شک این فیلم یکی از فیلم های تاثیرگذار تاریخ بوده که برید سراغش من متاسفانه تنها تکساس چینس مساکری که ایده فکر کنم مال 2002 2003 بود که جز بدترین هاشونم هستش من اون رو دیدم ولی من هیچ کدوم سیکوئل ریمیکاش ندیدم ولی آره ولی من کلا طرفدار هاررای دهه 70 دادم همیشه او شاید بشن یور بدن اینو بکنم بعضی من خیلی هاررای خوبی ساخته شد تو اون دهه تو اه... رابطت با اسلشر به خصوص چطوره؟ دارم فکر میکنم کدوم ها رو دیدم مثلا اون مایکل مایرز اسلشر درسته هالووین هالووین سلشر سکریم سلشر هالووین سکریم فرایدی 13 هاستل سا اینا مثلا سلشر های خیلی بزرگ تاریخ هست ببین ناکن من فکر کنم از همه شون یکی تا دیدم خب نمیدونم فکر همشون زیاد مثلا 5 تا دا همشون دارن از اون دسته فیلمایی که دلم میخواد با دوستامون با هم بشینیم پیتزا و نوشیدنی های باشه نگاه کنیم بخندیم حال کنیم It's supposed to be fun. دقیقا فان و اینکه چقدر قدرداری میکنید شرایط سختی که این مخ... فیلمساز داره و وجود میاره و چینسا مسیکر کلا با دیکاونتش 5 تا یعنی 5 نفر توی این فیلم میبینن ولی از ابتدا تا انتهای فیلم همینجوری بود استرس داری چه جوری فرام و وقتی ریز بهش نگاه میکنی میبینی که همش سکانس به سکانس هنره زاویه دوربی نوع لباس نوع کات کردن موسیقی صدا همه چی عالی کنار هم قرار میگیره که فیلمای مورد علاقه استیون کینگ هم هستش ولی همین من یه تارنتینو استیون کینگ یه تئوری دارم در مورد فیلم دیدن با دوستان کلا من میگم هر چی فیلم از نظر پلاتو از نظر شخصیت و عمق داستان چیز ساده تری باشه بیشتر تو جمع دوستانمون فیلم حال میده به من ده ده. هیچ علاقه ای ندارم یه فیلم سنگین یا هنری رو با جمع با بقیه بشتم نگاه بکنم اصلا نمیتونم فکر مثلا درایو مارکا رو بشین با رفیقات ده. اصلا نمیشه شده نیست زیر نویسم باید ببین نمیتونی گوش بدی چه لسته چه آره دقیقا همینه اوکی تکزاس چینسو مسیکر امتیازی که من میدم ده از ده پنج میدشین ده از ده <تصفح> امشب سه تا فیلم ده ده دادی خوبه <applause> <applause> آره اینم حتما به این سراغش این باید یه سیگوه خوبی به, وا... به, ایلین باشه که من ایلین یک رو دیدم و ولی این وسطی یه بریکی میزنیم میریم سراغ یک جای کاملا متفاوت میریم سراغ دنیای سریال و یکی از بزرگترین سریال های تاریخ که مثلا اینو سوپرانوز گذار عملا سریال با کیفیت ساختن بوده اینه قبلش تو می ساختن دیگه, دیگه, دیگه. آره, آره 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 این و تو سوپرانوس هم دیدی و درود بر تو گرفتی سراغ وایر این دوتا چیزهایی است که من حتما در زندگی و برم سراغش و یه توضیح در مورد وایر بده دوایر وایر گنگی هستن که بورد باک ایمپایر ساختن درست میگن؟ درست البته yes. این گنگ بازیگراش با کمک نویسنده یکی از نویسنده اصلی سوپرانوس ترنس وینتر Yes, درست این وایر از اون دست سریالایی بود خب که من همیشه میدونستم سریال جز بهترین سریال های تاریخ جز با کیفیت ترین سریال هایی که اچ تا حالا ساخته ولی همیشه چیز بوده همیشه میگفتم که خیلی زیاد و غره مثلا دهنم سرویس شه از اول تا آخرش نگاه بکنم ولی بالاخره تصمیم گرفتم که قسمت یکش رو ببینم ببینم که حال میکنم یا حال نمیکنم کسایی که نمیدونن وایر بر عکس سوپرانوس که در مورد دنیای کلا مافیا و دنیای کلا جنایت و اینا از, از نگاه خود آدمای مافیاست وایر سریالیه در مورد شهر بالتیمور در مورد مواد مخدر و بیشتر از نگاه پلیسای قضیه است همین من قسمت یکش رو دیدم و واقعا آدم کیف میکنه که چقدر کیفیت کار HBO مخصوصا اون دوران بالا بوده ببین این یه فرق خیلی بزرگی که با سوپرانوس داره سوپرانوس به خاطر شخصیت هایی که داره یه سری شخصیت خیلی اوورد تاپ خنده داره که اونا باعث میشن که یه خورده فاز کمدی به سریال اضافه بشه ولی وایر خیلی جدی تره و خیلی تلخ تره من آه. لحن داستانش رو خیلی دوست دارم دارک بودنشم خیلی به نظر من باحاله و از اون یه سری شخصیت جالب داره مخصوصا شخصیت جالب از توی اداره پلیس که من جذب شدم و اونا رو ببینم من الان پنج تا قسمت دیدم و قطعا توصیه میکنم به کسایی که علاقه دارم به دیدن سریال های جنایی و من فکر کنم هر کسی که حالا میخواد ببینه که این سریال چقدر موفق بوده یه سرچ بکنه وایر معمولا جزء بالاترین نمرات از هر سایتی که شما بگینو گرفته کیفیت سریال اصلا بحثی توش نیست به نظر من شروع بکنید چند قسمت ببینید آیا حال میکنید یا حال, حال نمیکنید ولی ولی من توصیم اینه همین از اچپیو کلاسیک من میگم همه باید سوپرانوس رو ببینن خب سوپرانوس میتونه یکی از گزینه‌های اصلی برای بهترین تاریخ بودنه خب حتما باید دیدش ولی اگه کسی فاز سوپرانوس رو ور نمیداره به نظر من وایر رو یه امتحان بکنه بدی نیست کم که هم مدرن ترمیم بوردواک هم پیشنهاد نکنیم بوردواک هم خیلی خوبه آره. ولی واقعا آره توی لیست اول من توی سریال ها سوپرانوس شاید گیم آف ترونز هم دوم اینطوره همه شما ایچ آره آه ایچ سریال درست حسابی می ساخته تا اینکه نتفلیکس اومدش برق لو بودن که توی کیبل تی وی پخش میشدن عملا ولی مثلا بعد لاست داره مثلا بگیم کیبل تیوی وی لاست اومدش آره دیگه کلا موقعی که سوپرانوس تماشا تیم سوپرانوس رفتن دیگه همه به شروع شد تلویزیون بهتر شدن ترنس بینتر رفت و متیو واینر رفت و دیگه آره میگم بریم سراغ ایلین کلا بیلیون ها بار صحبت کنیم ولی لیام من گفتم که برم یه یعنی سلشر ببینم دوره سلشر خونم درست شه بیاد بالا این قوا دراما رومانس دیدم خسته شدم بعد تکساس چینز ماسکر من به اصلی الهام ریدلی سکات بوده واسه ایلین آم ایلین رو من چیزش نیده بودم دریکتر سکاتش رو بودم یه سکانس ریزی اضافی داره توی دریکتر سکاتش و این سری من یه چیزه چیز فورکی پلوری ریمستر شده دیدم یه چیز خیلی کیفیت بالا اینا و واقعا هم داشتن درود میفرستادم به تیم جلوه ویژه این فیلم که هنوز که انقدر اینقدر هیچ،, هیچ چیزی وجود نداشت توی این فیلم که بگی کهنه شده آقا چه چیزی خلق کرد این استاد گیگر گیگر رو باید بگیرن <applause> خدا <اموردش> <applause> گیگر که اصلا میگن که حالا باجت فیلم چهار میلیون بوده بعد هی باجت رو نمیدادن هی طول کشیده بوده اینا بعد ریدلسکات چیزه اصلا کلا ایلین از روی یکی از کتاب های آر گیگر ساخته شده نام یادم نیست اسم کتابشو که هیولا رو از اونجا برداشتن آوردن اینجا و این مدتی که منتظر باجت بوده ریلی اسکات کل فیلم رو استوری بورد میکنه با خود الین ایچار گیگر بعد نشون میده میگه شما این باجت چهار میلیونی ما بده اینا من علاف بودم اینو کشیدم بعد چیز 21 فرست سنتری فاکس میبینه آه شید اینا چرا خفنه نه تنها واجد میدی بلکه دو برابرش میکنیم هشت میلیون میکنم واجد آره و هنوز که هنوز اصلا از لحاظ بسری فیلم کهنه نشده و کلا به هیچ چیش کهنه نشده خیلی فیلم به ترتمیز و خیلی جذابی است دقیقا اون فرمولایی که داشتم میگفتم توی سلشر هستش توی ایلین هم هستش و خی... خیلی لذت داشت حالا میخوام توی این هفته برم دیگه ادامه ببینم به فینچرش هم میرسیم الین رسورکشن هم میرسیم پرومتیوس کاوننت ببین میرسیم. یه چیز دیگه رو اضافه بکنیم همین به ایلین ایلین به نظر من چیزی که باعث میشه اینقدر حالا حچه نظر جلوه های چه نظر داستان موندگار باشه شخصیت هم هستن شخصیت ریپلی خیلی شخصیت خوبیه ریپلی آن... ببین باور نکردنیه پس که اون زمان 1979 فیلم هورر سایفای میسازی و عملا الین اولین فیلمی بودش که اومد گفتش که خب اون دنیای جورج لوکاسی و اون اسپیلبرگی فضا و خوشگل و اینا که هست شما دارین چی میشه اگر یه چیزی کسیفه، اه، اه، چیز کثیف چیز ترسناک استعماری ترسناک اون الینه که ایتی هست برای شما ام. چی میشه اگر همچین چیزی کثیفی باشه و این خیلی نوآور بود و در این حال بیا شخصت رو زن بزنی و همچین زن قویی هستش که از همه مبارزتر، از همه باهوشتر از همه سیاست بهتری داره و مثلا شخصیت سیاه پوست هم دارن که خیلی مقاوم هست و شخصیت قوی هست و نشون میده که ریدلی اسکات همیشه ریدلی اسکات نسبت به زنها خیلی خیلی پرسپکتیو خوبی داشته از لاست دولش که مثلا سال پیش اومد گرفته تا میایم اولین فیلماش تلمان, روش روش لویس روش دولو. دولو. اسکاته. تلمان لویس هم تلمان آره و دلیلش هم میگفت میگفت چون من با مادرش بیشتر بزرگ شده و مادر خیلی قویه آیریشی هم بوده گفتش اون خیلی من به الهام تمام زنای فیلم هستش آره مرگ نره الین واقعا دمش گرم دمش گرم دم ریدلی اسکات گرم <applause> برید واسه سوار صدوم هم شده فیلمو ببینید لذت دارید اوکی آرنو ام... مثلا همیشه فکر کنم تا هم همین دیگه ده از دهه دیگه الین 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 تا آره آقا بریم یه اه... سری کامنت هوادارا رو بخونیم اه... دمتون گم واقعا کامنت هایی که این هفته ما گرفتیم انقدر که شما به ما لطف کردین ما واقعا من با حمید قبل از برنامه صحبت میکردم خیلی از کامنت های ما انرژی مثبتی بود که شما ما دادین و ما هم تا جایی که حالا میتونستیم سعی کردیم با ریپلای کردن اون کامنت و حالا مثلا یه جوری جبران بکنیم دمتون واقعا گرم خیلی خیلی ممنونیم ازتون بازم مرسی یه سری کامنتی که ما انتخاب کردیم حالا شاید هم کامنت های همه نباشه چون این قسمت هم داره خورد طولانی میشه ولی یه ده نوت کامنت هستش این کامنت هم که من میخونم از یوتیوب و کست باکس یارتونم نره که هفته بعد ده تا فیلم بهترتون از 2021 رو حتما برای ما کامنت بذارین چه تو یوتیوب چه توی کست باکس و ما خیلی مشتاقیم که ببینیم نظر شما در مورد اون چیه کامنت های هفته قبل پرنیا گفته که خیلی خیلی قسمت زیبا و عزیزی بود شخصا از قسمت اول و همون 2019 دارم پاپ کورن گوش میدم و هیچ وقت ازش خسته نشدم تنها پادکست سینمای فارسی که گوش دادم و میدم و خواهم داد دمتون گرم و هرجان زدم بر قسمت های جدید خیلی خیلی ممنون پرنیا اصلا آدم اینو میخونه میفهمه که هر قسمتی که داره رکورد میکنه به جای خوبی میره خیلی خوبه خیلی ممنون هامد حامد کسمایی برام گفته که درود بر آرنو و حمید عزیز بسیار شنیدنی و جالب بود و متفاوت میگه اسکار سالهاست که تکلیفش معلوم شده و رو به افتضاح بودنش داره بیشتر میشه منتظر قسمت بعدی هستم ممنون بابت پشکار و دمتون گرم که همیشه اینقدر خوب و با انرژی اطلاعات رو با ما تقسیم میکنید مرسی حامد گفت اسکار حامد دقیقا درست میگی و کثافت ترین و اتفاقی که افتادش اینه که چند روز پیش اعلام کنه که سینماتاگرافی ادیتینگ، اوریجینال سانگ، اوریجینال اسکور، میکاپ اینا رو نشون نمیدیم توی تلویزیون. برنامه کوتاه بشه. یعنی توهین از این بیشتر نمیشه یعنی اینکه که مثلا سینماتاگرافی اهمیتی نداره بیان چهار تا سلبریتی بازیگر نشون بدیم مراسم شیر برمون که مثلا ویو بخوره اینا و مثلا حساب کنم من یه کامنت گذاشتم زیر برای خود اسکار که مثلا آقا یه نفر مثلا ساوند ادیتوره و میبینه ساوند ادیتوره مثلا محبوبش میاد اون بالا و اسکار میاره میگه منم یه روز میتونم مثل این مشاره. تو عملا رویا یه نفری گرفتی رفته نشون نمیدیم فقط بیاد چیز بشه دیگه سینما یعنی بازیگر و کارگردان ببین است. اینا متاسفانه نگاهشون همش بر پایه لایک و مثلا کلیک خوردن و اینا چرا مثلا میگم مثلا میگن که فرض کن چند نفر هستند که از کس مثلا میگم اگه قرار باشه مجموعه ده میلیون نفر این برنامه رو نگاه بکنن از اون ده میلیون چند نفرشون راجر دیکنز رو میشناسن؟ چند نفرشون امانوئل لوبسکی رو میشناسن؟ چند نفرشون حالا جورج کلونی رو میشناسن؟ اگر بحث پاپولیستی هستش که چرا اسپایدرمن رو شما نامزد نکردی؟ یا مثل کلی فیلم محبوب پرفروش دیگه. اگه بحث کرافت فیلمسازی است پت... این, این, این کسایی که واقعا فیلم رو میسازن چرا نیستن عملا یعنی یه شروبری هست که همه دارن فقط فوش میدن از توی خود هالیوود گرفته تا از سر طرف داره بیرونی و اینا آقا من خواستم امسال پانسیمه رو ببینم داستگار دو بومش میگیره لعنت در شما آقا به گریک فریجر رو ببینم دونه داره میبنم اسم داره. راجر دیکنز اومد آقا سر راجر دیکنز سر راجر دیکنز به تازگی سر شدن چقدر دیر به نظر من این کار رو انجام دادن آره اوکی okay. واقعا ننگ و رسکار درست میگی حامد جان <applause> محشید پرشمی صد قسمتی مبارک باشه ایشالله جشن هزارگان پاپ کورن تاک عالی هستید خیلی ممنون محشید هزار زنده هستیم میخواستم همینو بگم هزار یعنی چند سال دیگه <applause> ببین ما دو سال دو سال دو و نیم فکر کنم بودن طول که تا رسیدیم به صد درسته آره, آره. فکر کن. اون زمانی که داریم مثلا قسمت هزار رو میریم اصلا تکنولوژی های جدای از پادکست اومده همه ما هنوز اینی پیر مردمیم ریکورد او ایس مثلا ویندوز شو همین قسمت هزار تکنولوژی به یه جایی میرسه که ما لایف هولوگرام همه طرف دورمون هستن داریم به اون موقع برنامه رو اجرا میکنیم خیلی میشه اگه بتونیم کیپاپ کنیم محسا گفته که خیلی خوبید بچه ها من حتی وقتی از کار خستم میگم خب برم یه مهمونی خوب بعد اپیزود قسمتش پادکست, پادکست شما رو گوش میدم نکتش اینه که هم کلی لذت میبرم و چیز یاد میگیرم و هم واقعا انگار تو مهمونیم انقدر برنامه تو خودمونی و راحت و بیاد و واقعا دست مریضات خسته نباشید و همیشه شاد و پر انرژی باشید محسا خیلی ممنون تو یکی از کسایی که هستی که هر هفته برای ما کامنت خوب میذاری انرژی با میدی خوشحالیم که این مهمونی کوچیک ما به تو هم انرژی میده و بازم ممنون دقیقا ها. آره هدف همیشه همین بوده که خیلی حس کنیم چون واقعا پادکست های خوبی که من خودم گوش میدم همینه حساس بکنم تی یه جمعی هستم و دارم گوش میدم و خیلی خودمونی هستش تا اینکه یه چیز عجیب غریبی باشه که انگار برنامه ای داره برام پلی میشه و اینکه اینو متوجه شدی خیلی خیلی قرار خوبیه دمت گرم هست ایمان افتخار گفته که یه مسابقه بذارین از بهترین فیلم هایی که کاندید نشدن در بخش مختلف خیلی سوژه جالبیه و ما هفته بعد بر... بعدی دقیقاً میخواستم همین رو بگم ببین هفته بعد که ما داریم در مورد بهترین فیلم اون 2021 میگیم بهت اطمینان میدم که یه سری فیلمایی که ما میگیم تو هیچ زمینه ای اصلا تو اسکار کاندید نشده پس درست. یه جورایی برنامه هفته مسابقه هفته بعد بر... مسابقه نه کلا بحث و گفتگو هفته <applause> و هفته <applause> بعد ما این قضیه رو توش کاور میکنیم آی ام نل گفته که مرزی ازتون چه اپیزود سمی و لذت بخشی دم شما خیلی گرم خیلی ممنون آی ام نل هم از تا... طرف داره قدیمی, قدیمی هم و طرف ما هست. Uh, فریناز برگشته گفته که فرندزون همون تو آب, آب نمک خوابوندنه کسایی که براشون سواله که یعنی چی قضیه خب ما هفته پیش من و همید داشتیم بحث میکردیم و از اونجایی که من هر دفعه در مورد حالا یه رابطه یه حرف میزنم حمید سوالات خیلی موشکافانه از من میپرسه که دو توضیح بیشتر باید بدیم که ما رسیدیم به بحث فرندزون حالا من باید جواب بدم آقا جون نمیدونم فکر کنم ما هنوز اون اسم خاص رو نداریم برای اون چیزی که من تعریف کردم کاملا و ایناز درست میگه ببین فرنزون اینه که یا شرایط درست نیست یا یه نفر فعلا به اندازه کافی متقاعد نشده خب بعد تو برای اینکه از دست نره همون واژه تو نمک خوندن بیا فرند جاست فرند باشین جاست فرند که میاد در منطقه فرند زون هستش و عملا تو نمک تو آب نمک خوندن درست درست نمیگه فر... درست کلا اصطلاح درستیه و حالا من قول میدم که اگه موقعی خواستم این این حرف رو برای دوستای آمریکایی من صحبت بکنم فرناز و کوت بکنم بگم این از طرف یکی از دوستامونه اصطلاح تو آب نمک خواهونه رو خواهو. اینجا توضیح ولی خیلی خنده داره که میشه holding on آره ببین من, من دلم میخواد دقیقا بگم کیپینگ someone این سالت باتر نمیخوام نمیخوام اینو اینو ترجمه شو عوض بکنم سالت هم پتر دیگه بری علی شکری گفته که دقیقا من هیچ انگیزه برای دیدن کینگ ریچارد ندارم میدونم که حمیدم همین جوریه و یکی دو نفر دیگه این حرف زده بودن فیلم های مورد علاقه من از امسال گرین نایت Last Duel و پردل مادرز بوده آفرین که از روی اینا میتونید نظر راجع به اسکار بدونید و البته بین نامزدهای اسکار با اینکه ترین اهمیتی نداره امیدوارم دون ببره بهترین بازیگر مرد ادم درایور برای هر کدوم از فیلماش با ریدلی اسکات که البته نامزد نشد هم بازیگر خانوم پنلوپ کروس این در مورد کینگ ریچارد که این حرف خیلی جالبه به نظر من کینگ ریچارد من خودم فیلم رو دیدم به نظر من یه فیلم ساده خوبه یه درام خوبه که یه بار دیدنش میارزه ولی چی باعث شده که خیلی علاقه نداشته باشن فیلم رو ببینن به نظر من همین ساده بودنش موقعی که تیم مارکتینگ خب میاد یه چیزی یه چیزی رو میاد تبلیغ میکنه تریلر براش درست میکنه میاد سعی میکنه که بیننده رو مجاب بکنه که ببینه ولی تریلری که نشون میده یه چیزیه که تو میگی من شبیه اینو 500 بار دیدم خب پس واسه چی برم دیگه؟ یه چیزی ببینم که قبلا نمونه شویدم به نظر من هم خود اصل فیلم که من قبول دارم فیلمیه که ساده است فیلمیه که درام معمولیه درام خانوادگی ورزشیه و از اون برم اشتباه مارکتینگ مارکتینگشون باعث شد که این حس منتقل بشه ولی به نظر من فیلم خوبیه و یک بار دیدنش فیلم،, فیلم, معمولی رو به خوبیه اینجوری بگم بهتره اون ادم درایور داشت میگفت کلا کسایی که توی هاوس گوچی بازی میکردن اکسنتاشون خیلی مسخره بودش و هم هم اونو مسخره میکردن و چیز یاد دیالوگ چیز میافتم جرد لتو توی هاوس گوچی stop you're making me <applause> بدترین واضیه که امسال دیدن جاید تو سو یه <applause> 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 سوال همین تو نظر در مورد بازی ادم درایور توی لست دول چی بود؟ اکسلنت عالی بودش خیلی دوست داشت دقیقه اون شخصیت کسیفی که وعده داشت توی هاوس هم خیلی دوست داشتم اصلا کلا هاوس گوچی من دوست داشتم به غیر داشت. از جردلتو اما مشکلم با بازیگرا این بود که اکسنتشون ایتالیایی نبودش و اگه مثلا اسکورس این فیلم اینسا جو با می با چوب بالا سرش انقدر میزدش که دادو درست صحبت کنه مطمئن باش اسکورسیزی از بازیگر ایتالیا انتخاب میکرد حداقل ایتالیای آمریکایی انتخاب ولی آره آن این بحث به وجود میادش خب اگه ایتالیا فیلم میشد یه فیلم خارجی اونقدر دیگه مثلا پرطرفدار نمیشد او در مورد گوچی هستش بالاخره ناخداگاه باید میرفتم زبان انگلیسیش میکردن فیلم رو ببین منظور من, ایتالیایی صحبت کردن نیست ببین مثلا نه نها کن میرسی که چیزم ایتالیایی لیدی گاگا هم ایتالیایی آره آره ریشه ایتالیایی داره لیدی گاگا خوب بود اکسنتش امید نمیدونم من،, من من در قیاس با بقیهشون خوب بوده من با اکسنتش. لیدی گاگا نمیتونم اه. امیدوارم امیدوارم یه روزی بتونم با بازی کردنش کنار بیام ولی هنوز نه خود لیلی گاگار به عنوان شخصیت با تاجو مصاحبه‌ای که دوست ندارم آدم زیاد خوبی نیستش به نظر من ولی بازیگریاش هم تو استارز بورن هم تو اینو من خیلی دوست داشتم آهنگاش هم زیاد گوش نمیدم اینا یه سری کامنت های این هفته بود ولی از همینجا بهتون قول میدم هفته بعد به خاطر اینکه بحثمون هم برای من و حمیدن خیلی جذابه هم مطمئنا برای شما جذاب خواهد بود خیلی کامنت های زیادی بخونیم بریم سراغ Stop, making me cry. Making me cry. بریم سراغ سه فیلم برترمون از ستیون سودر برن. آره. قبل اینکه شروع کنیم من اصلا یادم رفته بازی این هفته هم استارتو که زدیم یه هایی. یادم اومدش و اصلا فکر نکردم راجبش و دو اینی که سادربرگ رو تو هم حس میکنم موقعی که مثلا مدرسه هنر میرفتی اینجوری بوده که سادربرگ یکی از کسایی هستش که وقتی که از هر کلاس مثلا سینما و اینا میری خیلی راجبش صحبت میکنن یک به خاطر اینکه خب کارگردان خیلی بزرگی هستش دو اینکه حالا در سبکای مختلفی هم فیلم ساخته و سه این که آدم خیلی جوان بودش وقتی که توی کن جایزه بود بخاطر سیکس لایزم ویدیو تیپ و عملا یه جورایی یک رویای تنجبل چیش یک رویای دستیافتنی در اون ابتدای کلاسایی که میرید به امون سادر ازش معرفی میکنه سال همین من وقتی مثلا 17-18 سالم هم بودش همه فیلم های سادر برگ رو دیدم و زیاد نرفتم سراغ دوباره دیدنشون مثلا همین خیلی از فیلم های بزرگ و مهمش و اصلا یادم نیستش مثلا بدون شک خیلی ها فکر میکنم برای تو هم همین هستش صد درصد سیکس لایزم ویدیو تیپ اولین فیلمش رو یه بزرگترین فیلماش میدینم و من یادم اون زمانی که دیدم خیلی لذت بودم و هرچی فکر داشتم میکردم هیچی یادم نمیاد ازش و متاسفانه سر همین انتخاب های من خیلی عجیب غریب شد براتون باشه خاطر هم بیشتر چیزایی که یادم هست رو انتخاب کردم و میدونم که لیست من زیاد شد لیست <applause> آنچنان درستی نباشه ولی حالا بریم تو دلش یکی از دلایلی که همین یکی از دلایل اصلی که تو خیلی از فیلم نمیاد به خاطر همون گیریه که من به سودر برگ میدم اینقدر یه آدم فیلم تون تون میسازه آره آره خیلی خیلی زیاد فیلم داره یه لحظه بذار ببینیم واقعا کم نزدیک 50 تا فیلم 47 تا فیلم کردیت خورده خب البته حالا فیلم های شورت و اینا هم هستش اینجا آقا سریال هم میشه آیا آورد یا فیلم فقط نه میخوای بیار من, یادمه یادم فکر کنم یه بار در مورد دیوید لینچ صحبت میکردیم من توین این پیکس فکر کنم نه خب پا. بزا پس من لیست رو ری بکنم اینجا تو در حین اینکه این که دارم این کار میکنم هینت بده از فیلم سوم فیلم سوم من جز معدود فیلم های بیوگرافی که این آدم ساخته چه؟ چه درسته <applause> چه برای من اولین و محبوب ترین فیلم هم از و اینه مطمئن نب یعنی این بحثی راجع به اون چیزی که گفتن نیستش چون چه دو تا پارت هم هستش پارت وان و پارت تو که اولا یه فیلم حالا دو تا بخش ولی ما در مورد کلا چه صحبت میکنم این فیلم 2008 اومد و به نظر من جز معدود فیلم های بیوگرافیه که سعی کرده هم واقعی بمونه هم خیلی قضیه رو اوور دراماتیک نکنه و, و من این قضیهش خیلی به من برای من جالب بود و یادم موقعی که فیلم داشتم میدیدم اولین بار که من دیدم هنوز تینیجر بودم فکر کنم همون دور بره 18 سالم بود اون موقع و یادمه که خیلی عجیبه همید اون دوران دورانی بود که من و همسنای خودم خیلی تو کف چگوارا بودیم یادم نمیاد دقیقا سر چی کتاب کتابایی که در مرشن شدارم میخوندیم و فازش بود فازی بود که داشتیم و موقعی که این فیلم اومد خیلی بیشتر تاثیر حالا اون اون موقع قراری اون موقع فاز چگوارا قرار گرفتیم اه اینو بگم فکر نکنه کسی که مثلا چگوارا الگو زندگی نه واقعا است از این خبران نیست اینا فازایی بود که من تو آدم آدم تو دوران تینیجریش میگیره مخصوصا پسرها تو دوران تینیجریشون میگیرن و من همزمان با گرفتن فازش فیلمش رو دیدم که هم خیلی من حال داد و به نظر من فیلم خیلی خوش ساختی هم هست آره در مورد این قضیه که گفتی من و همه همینجوری هستیمون کتاب معروفه موتورسایکل دایریس فکر کنم فکر کنم همچین چیزی بودش خیلی کتاب معروفه اون یه فیلم هم داره یه زمان یاد باشه ببینید تعریف های خوبی هم ازش شنیده اون کتاب هم خیلی دست از کلن چگوارا از شخص بگذریم اصلا خیلی مثلا هشتاد درصد کسایی که مثلا تیشرت چگوارا پوشن یه پوستر چگوارا دارن یا در چیزی علاقه ای دارن مثلا نمیدونن واقعا هیستوریکلی آدم چیکار کرده چی بوده و Uh, چیزی که هسته شگوارات از اون جمله بتمن بودش توی فیلم نولان میگفتش کلیدی بودش که مهم نیست کی پشت نقاب مهم اینه که بتمن به عنوان آیکون تبدیل بشه و هر کسی میتونه بتمن باشه وقتی که داره به چیز uh, میگه جوزف گوردن لویت میگه اینم هم دقیقا همونه به آیکون انتای سیستم و پانک تبدیل شدش چگوارا و پوستر چگوارا جایی هستش یعنی یه ربل هستش و این نشون کول cool بودنه مخصوصا تو نوع جوان که هستی لغت ربل خیلی میخوره دقیقا, دقیقا. همون قضیه دارست. یه وایبی داری که همه دنیا دارن اشتباه میگن من درست میگم پس من شاید نسه چگوارا هم دقیقا نوع نو جوانی همینه بخت هم در مورد فیلم بگیم چه جز خیلی خفنی که داره اینی که خیلی واقعی هستش این یه مستند میمونه خیلی شبیه مستند هستش اصلا آنچنان اوریگز نشده نشده و فکر کنم اولین فیلم هایی بودش که با دوربین دیجیتال رد ساخته شدش و یادم اون زمان خیلی سر صدا کرده بود که آ این با یه دوربین دیجیتال ساخته شده انقدر خوشگل هستش اینا و اون دوربینی بود که خود سادربرگ داشتش و و فیلم ساز های دیگه میمونن قرض می گرفتن از سادر بریک که برن فیلم ماشین رو بسازن و خیلی فیلم واقعی هست دو پار تصف کنم از که سه چهار ساعت این طور میشه و باید برم یه بار دیگه دوباره یه سر جدیدی بهش بزنم فیلم محبوب من از سادر بریک هست کسی اول برد سه بام آکه میریم سه من درسته همین اصلا سورپرایز نشو که یه چیزی باشه که من نهیده باشم چون خیلی فیلم داره ولی بگو هلی. Ezt a filmet tovább nem láttál. Egy diálog, aztán egy filmet ne hogy az a diálog. Law says we can't touch. <laughs> But I can see a lot of lawbreakers out here. A feleink cseh szexületi, amikor így Law says we can't touch. Ó, But I can see a lot of load <laughs> Matthew, Matthew McConaughey. McConaughey. Oh, Matthew McConaughey. <laughs> دارم فکر میکنم کدوم فیلمش مثل مکانه یوز گرده You can touch What is your love بگو نمیدونم Magic Mike تو Magic Mike رو ایدی؟ به این من Magic Mike خیلی سال پیش یادم درست نمیاد این مشکل سیده منم زیاد خاطر دیتیلی ندارم ازش ولی یادمه Magic Mike فکر کنم این فیلم سادر برگم باشه در مورد یک رقصنده مرد جوان هستش که چینینگ تیتوم هستش و در مورد زندگی این آدم نشون میده حالا بنا به شغل عجیبی که داره که می استریپ کلابایی هستن که مردا میرقصن و زنان نگاه میکنن و خیلی فیلم فانی هستش خیلی فیلم بامزه ای هستش و در این حال زیر این یه شخصیت خیلی جالبه شخصیت چینینگ تیتوم هستش ام... این این داستان این کرکتری که چه تغییری میکنه خیلی جذاب و واقعی و دراماتیک هستش اتفاقا و همین این ترکیبی ترکیب خیلی یونیک و جالبی هستش و سر همین شو ماجیک مایک انقدر موفق شده اینقدر فروخ فیلم کم هزینه ساده به نظر میرسه مثلا 400 500 میلیون زمانی که اومد فروخ و تبدیل به فرانچایز شده شد. ماجیک که که دو که دور وقت نیدم چون خود سادر نساخته بود من که سه داره میاد ساخته بود در نتیجه بریم مثلا یک ماره بریم. چه سالیه مایک 2012 یک 2012 هستش آره ولی خیلی فیلم فانی هستش و داستان قوی هم داره در کنار این ترکیب عجیبی که داره در همین من. من. فیلم سوم من فیلم دوم من فیلم دوم من مورد علاقه هایست مووی من هست ولی ولی اون فیلم کالتش نیست یه فیلم دیشه آها یعنی اوشنز الیون نیستش درسته اونی که هایستش کدومه وات her... را... ترافیک؟ نه یه راه بکنم آه آه میدونم او او چیزه لاکی بودش لوگن لاکی یه چیز عجیبی بهتون بگم اینجا آمده این الان همه تون تو میدوزه زمین لوگن لاکی نهیدی لوگن لاکی که از بهترین فیلم های سادربرگ از چینینگ تیتوم ادم درویفل دانیل کریگ اکشن کمدی ترکوند زمانی که اومد و من همه ی فیلم های رو دیدم همه ی فیلم های رو دیدم بغیر از این What? خیلی عجیبه هنوز <laughs> <laughs> همین تو, تو که, که فیلم فان دوست داری. دوست داری تو که فیلم آره. راحت دوسته ببین این یه فیلم هایست مووی کمدی خیلی خوبه و بازیگرای توش هم خیلی با نشستن به اون نقششون من توی این لیست بولم no. بالای سودر برگ لوگن, رو انقدر دوست دارم که فیلم دومم به نظر من فیلمیه که خوراک فیلمیه که ببینی و خستگی در بره اونقدر نیاز فکر کردن نداره یه فیلم راحته فانه و هر از گاهی آدم باید از اینجور فیلم رو ببینه چه بهتر که این ف... فیلم تمشم تمه تم هایست باشه خیلی من دوست دارم آره اینا حتما باید برم سراغش سالش هم 2017 یعنی نسبتا جدید این فیلم آره. ا... یه دلیلش این بودش فکر کنم که من این فیلم اومد و میخواستم برم سینما ببینمش نمیخواستم دیجیتالی ببینم و هی این سینما رفتن قرار بود با چند نفر هماهنگ بشیم بریم هی عقب افتاد هی عقب افتاد هی عقب افتاد که یه جورایی شد اصلا من ندیدم در نهایت سر اونه دومی دو من یک سریال از سادربرگ هستش خب من قطعا سریال های رو ندیدم نمیدونم کدومه آه آها اون سریالی هستش که سال 2014 تا 2015 پخش شد به نام دنیک یعنی K N I C K خب که در مورد چیه؟ در مورد یک بیمارستان در اوایل قرن 20 توی نیویورک هستش و اون نیویورک گرگزی به دارک و اینا مریضی و اینا میاد بیمارستان و کلای وووین کلای یه پزشک خیلی مطرح توی این بیمارستان هستش ممکنه خیلی خسته کننده و شاید مثلا نه, تن، نه چندان جذاب به نظر برسه ولی این سریا العاده باشه یعنی خیلی من دوستش داشتم یه اول اینکه از لحاظ بهتری خیلی خوشگل هست چون میگم که هر کسی فی که انتظارش دارین اون توه بعد بازیگر عالی هستن کلای بومن هست و شخصیت های خیلی عمیقی داره در حدی این سریا خفنی که خبرش فکر کنم خوندیم که چیز کارگردان مونلایت چی بودش اسمش بری جنگینز بری بری نه بری جنگینز که آه نه what اه... یه لحظه نه من چه بودم نمو... تو دادم حرف تو بسن آره آره کارگردان مونلایت که دیگه همچنان کارگردان خیلی تنگینی هستش قراره که سیزن جدیدی از نیک است در حالی که نیک تموم شدش برای جنگ این جنگینز دیگه. دیگه آره آره دوست. آره دقیقا، آره در حالی که تموم شدش ولی برای جنکینز میگفتش که انقدر دوست داشته دنیای نیکرو که قرار و خود سادربرگ هم مثل که دخیل هست خیلی از قسمتش هم خود سادربرگ کارگردانی کرده این سریال آرنو حالا تو میگم باید هم شروع کردی اینا به نظر من یه قسمت یه شانسی بهش بده خیلی امتیازش هم ببینی خیلی باله یه شانسی بده من فکر میکنم تو هم علاقه بسیار من کلای بوبن دوست دارم و اینم هم در نظر داشته آله. باش اصلا میگم فضای فیلم خیلی فضای فرنس سریال خیلی باید. یونیک هستش یه بار یه قسمت کوتاهی بریم اندازه هم وایر هم هر قسمتش پنج و هشت دقیقه این طور این چند تا سیزنه؟ یه دو تا سیزن بودش اگر اشتباه نکنم زیاد طولانی نیست آره دو تا سیزنه کلا ولی خیلی با کیفیت آره این از نمید بحث آه. از سریال شد من اینو بگم ببین یه ایده ای من همیشه تو ذهنم داشتم خب که حالا نمیدونم کی ولی بدم نمیاد یه, یه بار من رو تو بشینیم به مثلا ناکن سریالی که جفتمون خیلی دوست داریم و خیلی زیاد یادمونه همه چیشون یکیش مثلا بریکینگ بده خب. بیایم و مثلا ده تا اپیزود مورد علاقه مون رو از اون سریال بیاین من رو تو با هم دیگه بگیم من یادم نمیاد هیچ سریالی رو اپیزودی The Breaking Bad هم یاد نیست تا Breaking Bad که اپیزودش خیلی آیکونی کن که اینو Breaking Bad قسمت های آخر سیزنش شو... آخرین سیزنش رو و اون قسمت اون مگستر هم خیلی دوست داشتم خیلی, خیلی قسمت, قسمت خوبی نل... نداشتن واقعا خیلی یه خیلی قسمت بالی بریکیم ولی همه همه قسمتش بهترین قسمت ممکنه میشه تصمیم <applause> به من سریالی که هی میرم قسمت هایی که دوست دارم و دوباره نگاه میکنم یکیش بریکینگ بده یکیش سوپرانوسه بعد دیگه من کی رو هی میرم برمیگردم قسمت نگاه بکنم تو این کار انجام میدی من تا حال کسی این کار انجام بده حمید من خی... خیلی میدی قسمت های مختلف سریال ها رو میبینی خیلی جالبه ببین این مثلا میگم بشنم... سوپرانوس سوپرانوس من, من تقریبا مطمئنم که کدوم قسمت ها قسمت های مورد علاقه من از سوپرانوس خب هم. حمید او... حفظم اون قسمت ها رو ببین, ببین یک ساعت دیگه دروبر مثلا پنجا دقیقه است مثلا پایین برنز رو من نمیدونم چند بار دیدم اون قسمت رو واو ولی خب بریکینگ بعد این قضیه رو داره برای من اون قسمت که دوست دارم و میرم اونا رو نگاه میکنم دوباره من سریال هایی که کلا دوستم از ابتدا بشینم ببینم خیلی دوستم برگرم لاست رو ببینم آیا تو این علاقه رو داری؟ لاست رو از اول ببین من لاست رو همین کدوم سیزن جزیره غیب میشه سیزن چاره تزیر غیب میشد کجا بود چه یه, یه سیزن، یعنی آخره یه سیزنش خب سیزن آخر بودش که نه, فکر میکنه سیزن آخر نمیشه دیگه لاست همه دیدن ببین این آره میتونیم بگیم ببین لاست من یادم آخرش ب... آخر لاست آخر از جایی که سایفای سای فای میشد من به مشکل خوردم باش من یادم و ب... داخل دیدم ها من آخر دیدم خ... خیلی چیزم یادم لاست و نمیدونم بشینم انرژی بذارم از اول نگاه کنم نه ولی اه. لاستم از اون دسته سریالایی که من یه سری اپیزود خیلی خوب داشت که اون اپیزود رو حاضرم هم دوباره نگاه کنم آه. من دستم ببینم و دا... کار دیگه ای از دیمین لیندلاف واچمن هم دوست دیگه دارم واچمن هم کتا هشت قسمت بودش اینطور بودش واچمن دوباره نگاه جنایت هستش اگه واچمن سریالش رو ندیدید و اگر ببینید هیچی چی نمیفهمید اگر کمیک یا فیلم رو ندیده باشید پس اون رو حتما لحاظ کن سودر اون سودرورگ رو ول <تصفح> اینا اینا بگیم برگردیم سودرورگ تموم کنیم یه بار بعد از اون چیزا بکنیم مثلا ده سریالی که قبل از مرگ باید دید مثلا باید دید آره واش خیلی آره ولی میتونیم انجام بدیم <تصفح> من 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 بر تو رو تقریبا میدونم ولی فکر کنم تو در تو هم من میتونم حدث بزنم من تو سریالی خیلی چیزا مشترک داریم ولی بعضی هایی که من ندیدم و میدونم تو داریم میدونم چیه اوکی okay. okay. من که فیلم اولم از چه فیلم اول تو رو میرسیم که من هم میدونم همونجوری هم که گفتم سکس ویدیو تیپ هست 1989 <تصفح> من اولین بار این فیلم رو توی دانشگاه دیدم و مغزم سود کشید که یه کارگردان جوون چقدر میتونه فیلم خوب بسازه <تصفح> بس ببینم چند سالش بوده هم ادامه بده به من فکر کنم این اون موقعی که این فیلمو ساخت حدس منه فکر کنم دور نزد... کمتر از 30 سالش بود حالا نگاه بکنین این اه... فیلمو اون که 21 سالی نه من فکر, فکر کنم فکر, فکر کنم فکر کنم همون 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 حدودا باید باشه اینو بگو که من سری برم سراغ حرف اصلی 26 سالش بود آره. تو در وقتی که این فیلم رو میسازه و یه لحظه یه چیز دیگه یا من مطمئن بشم و آها آه جوان ترین آدم تاریخ کن میشه که جایزه پالم دور رو میبره بهترین فیلم و سر این فیلمه توی 26 سالگی بکنم بعد یه کار یعنی دیگه بود فرانسوی اسمش یادم نیست بکنم اون رکوردش رو یا شاید هم هنوز رکورد دست خب دارد. نکته این فیلم چیه ببین الان کسی بیاد این فیلم رو نگاه بکنه میگه که چیزایی که تابو بودن تا یه حد خیلی زیادی انقدر که ف... چی میگن توی 15 سال گذشته انقدر فیلم های متنوع اومدن که صحبت در مورد تابو کردن تابو رو به نمایش گذاشتن که آدم یک کوچولو بیهست شده که خب من اینو نمونهش رو زیاد دیدم ولی چیزی که این فیلم رو به نظر من هنوز تازه نگه میداره بغیر از بحث تابو میاد در مورد رابطه هم خیلی باحال حرف میزنه ببین فیلم عمیقیه فیلمیه که دیدنش لذت بخشه مثل اکثر فیلم های سودربرگ معمولا فیلم های فان دیدنشو، دیدنش و خیلی این قضیه رو داره اکثر و, و کلا نگاهی که اون موقع قبل از دهه 90 یه کسی میاد همه اینا رو تو یه دونه پکیج میکنه و میفرسته کن و کلا من به همون اندازه که این فیلم رو دوست دارم بکستوری پشت ساختنشم دوست دارم که, من با... که به نظر من کمک کرد که این فیلم ساخته بشه در کل یه فیلم خیلی خوبه فیلم خیلی خوبی داره کارگردانیش هم از همون موقع خیلی خوب بوده و اگه کسی ندیده به نظر من حتما بره ببینه چون امضای سودربرگ با این فیلم خورده شده آره دقیقا نوست من حتما سراغش چون زیاد یادم نیست ولی میگم اون زمان یادم توی کلاس که میرفتیم گفتن حتما برید ببینید. ببینید. ببینید بیاریم توبت کنیم راجبش جا داره اشاره بکنیم هم اوایل سال پیشم بود دقیقه عینه کیمی نو سادن موو اومد نو سادن موو هم خیلی فیلم خوبی بودش نو سادن نو سادن موو میل استریپ بود نه تو کشتی میرم با هم دیگه نه نو no, سادن موو اون فیلم نواره بود آ بنیسیو دل تورو بود اون اون هره. چی بود کشتی چی بود لت دم اول تاک دم اول تاک اوکی 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 اون سال پیش بود بیم... بایم... تو اون فیلمو خیلی دوست داشتم من... من بعدم نیومد ولی اون جوری هم <تصفح> آره خیلی خیلی آره. حال نکرد خیلی نوار دوستم و خیلی وقت بود فول نوار مثل این نیده بودم و حال دادش گرچه گان فایتت پایانی نداشت ولی آره آه این قسمت تموم <applause> <تعالی> شد تموم <applause> شد <applause> آره خیلی ممنون دست شما درد نکنید که با ما بودید <applause> و آره هفته بعد حتما نظراتتون رو بگین که فیلم های مورد علاقتون از سال پیش چی بوده ایدی کنج چقدر هم سخت خواهد بود انتخاب کردنش من از همین الان برم فکر کنم و با کامنتات با ما در تماس باشین ما تو یوتیوب و توی تمام برنامه استریم پادکست هستیم از طرف من تا قسمت بعد خدا نگهدار حالا اینجا من یک دونه کامنت رو داشتم بر نفر آخر حامد علیزاده برگشت گفته بود که من همیشه جمله بندیم و یه جوری میذارم که میگم گفتنیا رو حمید گفت این دفعه این حرفو نمیزنم اتفاقا ده. اتفاقا یه سه چیزا رو حمید نگفت که من قرار بگم ما همون جوری که میدونید چقدر ما طرفدار کامیونیتی مون هستیم از همون موقعی که شروع کردیم یه سریاتون با ما همراه شدید الان یه سریاتون اضافه شدین اگه هنوز سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب بکنید ما رو به دوستاتون معرفی بکنید کامنت بذارین ما سعی میکنیم کامنت ها رو بخونیم و جواب بدیم میدونید که ما چقدر شما رو دوست داریم و دمتون گرم به خاطر انرژی مثبتتون این دفعه حامد علی زاده من مدل این حرف رو نزدم و حرفم عوض کردم سعی میکنم هفته بعد هم دوباره این کارو بکنم ولی یه موقعی یادم میره دمتون گرم هفته بعد دوباره برمیگردیم تا هفته بعد خدافز.